نام خدا. پنجاهمین مبحث از درس هیدرودینامیک رو در خدمت دوستان هستیم با قسمت پنجم طراحی هیدرودینامیکی بدنه کشتی. در این مبحث می‌خوایم ملاحظات تعیین شکل پاشنه کشتی رو خدمت شما ارائه کنیم. برای انتخاب شکل پاشنه کشتی سه تا معیار اصلی ما داریم. یکی پاشنه خب از نظر مقاومت باید حداقل مقدار باشه که کلا ما در مباحث طراحی شکل بدنه یه حالت عمومی داره و همیشه این معیار رو در نظر میگیریم. اما گفتیم که معیار اصلی که برای طراحی شکل پاشنه مد نظر هست ایجاد بازدگی بالای سیستم رانش از طریق یک نواخت کردن جریان سیال به سمت پروانه است که این حالت رو ما بهش میگفتیم توزیع یک نواخت ویک. اسم ویک رو اگه خاطرتون باشه اونجا به اصطلاح ما قبلا در مبحث ویک خدمت شما گفتیم که هرچی گفتیم این توزیع ویک یک نواختر باشه در واقع بازدهی پروانه بالاتر خواهد بود. ایجاد حداقل ارتعاش در سازن با توجه به حضور پروانه در پاشنه از مواردی هستش که در تعیین شکل پاشنه دارای اهمیت هست. ابتدا اگر ما بخوام شکل‌های مختلف بالای خط آب رو در نظر بگیریم سه تا حالت کلی رو میتونیم بیان بکنیم. یکی این حالتی هستش که بهش اصطلاحاً میگن کانتور یا کانتر یا فنتیل. حالت دوم بهش میگن پاشنه‌های کروز یا پاشنه‌های قاشقی و حالت سوم میگن پاشنه‌های ترانزوم یا پاشنه‌های تخت. این سه تا حالت کلی هستش که ما از به اصطلاح شکل پاشنه شناورها میتونیم در نظر بگیریم. در این مقطع شما در اینجا موقعیت خط آبخور رو در پاشنه‌های مختلف میتونید ببینید. مثلا شما در این پاشنه اول که پاشنه اصلا تجاری هم بهش میگن، در اینجا گفتم دو تا اسم کانتر یا فانتیل هم بهش میگن، این به اصطلاح پاشنه ها از خصوصیاتش این هستش که طول خط آبخور تقریبا با طول بین دو عمود برابره. یعنی شما الان در محل عمود پاشنه رو که محور سکان بیاد در نظر بگیرید تقریبا در همین نواحی ما خط آبخور رو داریم. از اینجا به بعد پاشنه میاد بالا و از سطح آب جدا میشه. این نوع پاشنه ها رو معمولا در جاهای استفاده میکنن که میخوان به صدا در آبخور طراحی پاشنه خط آب رو اصلا قطع نکنه و از آب فاصله داشته باشه. به دلیل نماز بالایی که داره که به شکل بیزی هست این پاشنه های تجاری یا پاشنه های فنتیل رو اصطلاحا الیپتیکال هم میگن، چون نماز بالا رو که شما ببینید یک شکل بیزی شکل میاد و میبینید. پاشنه یکم پاشنه به اصطلاح کروز هستش که شما باز در اینجا میبینید که طول خط آبخور یک مقدار بیشتر از طول بین دو عمود هست و همینچنین برای پاشنه به اصطلاح قاشقی این هم به همین شکل شما اینجا میبینید که اینجا پاشنه قاشقی یا پاشنه کروز هست، در اینجا پاشنه ترانزوم. در هر دوتای اینها طول خط آبخور از طول بین دو عمود به حدودی بیشتر هست. باز علاوه بر این سه تا حالت ممکنه شما اسامی مختلف دیگه ای هم از شکل‌های مختلف پاشنه بشنوید که حالا در اینجا چند تا از این عناوین رو آوردم که اگر در متون تخصصی باش مواجه شدید بدونید که منظور به چه صورت هست. ولی عموما در کتاب‌های لاتین که مربوط به رشته مهندسی معماری دریایی هست ما این سه نوع پاشنه رو به عنوان پاشنه‌های اصلی به اصطلاح می‌شناسیم و در منابع ازش اسم آورده شده. اما برای شکل به اصطلاح پاشنه بالای خط آب گفتیم اولی شکلی که داریم پاشنه فنتیل هستش که اصطلاحاً بهش پاشنه تجاری یا پاشنه بیضوی هم بهش گفته میشه. این شکل شما اگه اینجا در نظر بگیرید وقتی نماز بالا رو میبینید یک گفتم که شکل بیضی شکل هست و به خاطر همین پاشنه بیضوی هم به این الیپتیکال هم گفته میشه. از خصوصیات این پاشنه ها به این صورت هستش که گفتم که اولا از سطح آب فاصله میگیرن، سطح آب رو قطع نمیکنن، با یک شیب مشخصی به عرشه فوقانی میرسن و در اونجا با یک شکستگی یک شیب دیگه به سمت بیرون ادامه پیدا میکنه و این میشه شکل کلی این نوع از پاشنه. ولی در موارد دیگه هم ما داریم که این شکستگی که ما اینجا در به اصطلاح پاشنه داریم به سمت داخل متمایل میشه که البته این یک شکل دیگه از این پاشنه های تجاری هستش که شما الان در اینجا دارید میبینید. اینجا دقت بکنید در بعضی از یدک‌کش‌ها یا بعضی از شناورهای مثلا صیادی شما می‌بینید که این پاشنه‌های تجاری به سمت داخل انحنا پیدا کرده. باز در اینجا هم شما می‌بینید علارغم این حالتی که شما اینجا می‌دیدید که یک این خط شکستگی ادامه انحنایش به سمت بیرون بود، در اینجا انحنا به سمت داخل هست و این هم بیشتر به خاطر مواردی هست که مثلا در یدک‌کش‌ها شما می‌بینید که اینجا یک فندر یک ضربه‌گیری نصب میشه و
این بدنه باید به صورت دائم در تماس باشه با شناورهای دیگه یا با کنار اسکله. مواردی از این دست باعث میشه که ما اون انحنا رو به سمت داخل بدیم به گونه‌ای که باعث صدمه دیدن بدنه نشه و اون ضربه گیرهایی که کنار بدنه هست که در این نواحی قرار میگیره یا چیزی که شما به اینجا دارید میبینید، بدنه از طریق این فندرها با کشتیهای دیگه یا با کنار اسکله به اصطلاح تماس داشته باشه. اما پاشنه دیگه که داریم پاشنه قاشقی هست. این پاشنه ها رو پاشنه های کروز هم میگن و پاشنه قاشقی به این دلیل میگن که قسمت پاشنه رو اگه در اینجا دقت بکنید یه حالت قاشقی داره و به همین دلیل اسپون استرن هم بهش میگن یا کروز استرن که شما الان این حالت یکی که میشه که در اینجا دارید میبینید. این پاشنه قبلا برای کشتی های نظامی استفاده میشد به دلیل اینکه میخواستن یک مقداری سطح پاشنه رو پایین تر بیارن و یک مقدار سطح آب رو قطع بکنه به دلیل اینکه تعویضات سکانی که به اصطلاح در بالای قسمت سکان قرار میگیره خیلی اهمیت حیاتی داره برای شناورهای نظامی، به گونه که اگر این سکان و تعویضات سکان صدمه ببینه اصولا دیگه هدایت کشتی در دریا از دست میره و کشتی امکان نابود شدنش زیاد است. به همین دلیل خیلی از نظر ایمنی حفاظت این قسمت پاشنه اهمیت داره. این پاشنه رو در کشتی‌های نظامی که قبلا در سال‌های گذشته استفاده می‌کردن این رو یک مقداری سطح پاشنه رو می‌آوردن پایین، این قسمت پاشنه رو به شدت از ورق‌های فولادی ضخیم و زره پوش شده استفاده می‌کردن و این در اونجا رایج بود. اما این رو به مرور برای کشتی‌های تجاری هم استفاده کردن و برای کشتی‌های مثلا مسافربری هم حالا شما در اسلاید بعدی می‌بینید که استفاده می‌کنن. این پاشنه ها دارای مقاومت کمتری نسبت به پاشنه های تجاری هستند و طول خط آبخورشون یک مقداری بیشتر هست از طول بین دو عمود یا به نسبت به این پاشنه های تجاری که قبلا توضیح دادم. اینجا هم شما نمایش دارید می‌بینید که این طول خط آبخور به این حد بیشتر هستش و این باعث میشه که ما در قسمت پاشنه یک مقدار تغییرات خط آبخور یک مقدار تدریجی تر باشه و این خودش به کاهش مقاومت میتونه کمک بکنه. باز در این شکل شما یک شناور به اصطلاح کروزشیپ رو میبینید که پاشنه کروز رو و پاشنه قاشقی رو شما میبینید که در اینجا استفاده شده در طراحی این کشتی. اما شکل بعدی از پاشنه در بالای خط آب که ما داریم اصطلاح بهش میگن پاشنه تخت. پاشنه تخت یا پاشنه ترانزوم در واقع حالت قیچی شده ای از پاشنه قاشقی هست. الان شما در این نما اگه در نظر بگیرید، ما اگر بیایم یک قسمت انتهایی این پاشنه رو بیایم در نظر بگیریم و اینو کاتش بکنیم، حالا به صورت یک خط مایل یا به صورت یک برش عمودی، این پاشنه رو بهش اصطلاحا میگن پاشنه ترانزوم یا پاشنه تخت. در این موارد خب یک مقداری تغییرات بدنه به یک باره قطع میشه و برای اینکه اثرات این یک مقدار تو جدایش جریان کمتر بشه، یک مقدار میان یک جسم گوبه‌ای شکلی رو در قسمت زیر خط آب اضافه میکنن به گونه ای که یک مقداری بتونه شکل تدریجی تری در قسمت زیر آب به تغییرات خط آب خورد بده. این به اصطلاح قسمت گوهی شکل میتونه در کاهش مقاومت اثر مناسبی داشته باشه. همچنین باعث کاهش ارتفاع موج پاشنه میشه که هر دو عامل به صورت مضاعف باعث کاهش مقاومت میتونه باشه. اما از خصوصیات دیگه این شناور هستش که اگه نسبتش رو و موقعیتش نسبت خط آب خورد بگیری میتونیم بگیم که تقریبا از محل خط آبخور شروع میشه. پاشنه های تجاری گفتیم که کلا اصلا بالای خط آب شروع میشه و پاشنه های قاشقی گفتیم که حالا با نسبت های مختلف میتونه سطح آب رو قطع بکنه. البته پاشنه های تخت رو به حالت کلی میگیم که حالا از سطح آب شروع میشه، ولی در ادامه میبینیم که در بعضی از شرایط ممکنه که این هم باز مثل پاشنه قاشقی خط آب رو قطع بکنه و تا یه حدودی از پاشنه در داخل آب قرار بگیره. الان شما نمونه هایی از پاشنه های تخت رو در این شکل دارید میبینید که در اینجا این قسمت قرمز رنگی که نشون داده میشه این همون خط آب هستش. میبینید که در اینجا خط آب تا این نواحی اومده یا مثلا در این کشتی ها شما دقت میکنید که در حالت به اصطلاح آبخور کامل یا آبخور طراحی این موقعیت آبخور به پاشنه به یه همچین حالتی هستش. این هم باز شکل پاشنه همین کشتی ایران فهیم هستش که اینم میبینید که پاشنه ترانزوم یا پاشنه تخت هست. اما اگر که بخوایم موقعیت خط آبخور رو در پاشنه های تخت یه مقداری با جزئیات بیشتری بدونیم، اینها باید بدونیم که وابسته است به عدد فرود. اگر عدد فرود کمتر از 3 دهم باشه
پاشنه اصولا بالای خط آب قرار میگیره و فقط در حین حرکت بخشی از پاشنه ممکنه که خیس بشه یا در داخل آب قرار بگیره. در عدد فرود 3 دهم بخش کوچکی از پاشنه در داخل آب قرار میگیره. در اعداد فرود حدود نیم بخش بیشتری از پاشنه در داخل آب قرار میگیره و یک گوهه کوچک نیز به آن متصل میشه. قسمتی که در زیر آب قرار داره از این رابطه به دست میاد. تی برابر است به حدود 10 الی 15% مقدار آب خورد. و اگر که باز ما عدد فرودمون بزرگتر از نیم باشه که شما در کشتی های مثلا تند رو میبینید، در اون شرایط یک مقداری باز این مقداری که در داخل آب فرو میره بیشتر هست، بین 15 الی 20% آب پر هست و اون قوه‌ای که در نظر گرفته میشه در قسمت پاشنه، این قوه ارزش به اندازه عرض بدنه هست که این رو اتفاقا شما در کشتی های در شناورهای تند رو و بعد از شناورهای سورشی هم حتی میبینید که اون قسمت پاشنه رو میان یه قسمت قوه‌ای بهش اضافه میکنن. اثرات این قسمت قوه‌ای رو در اسلاید قبل یه توضیح مختصری دادم. انتخاب شکل پاشنه در زیر آب. اما ما برای انتخاب پاشنه در زیر آب با 3 تا معیار در نظر میگیریم: به حداقل رساندن جدایش جریان در قسمت پاشنه، به حداقل رساندن اثر مکش پروانه که اثراتش رو روی سطح آب میتونه بذاره، ایجاد فواصل مناسب بین پروانه، سکان و بدنه. جدایش جریان در قسمت پاشنه تابعی هست از شکل پاشنه و موقعیت پروانه. به دلیل اثر مکشی که پروانه داره در کشتی های تک پروانه، خود این اثر مکش جلوگیری میتونه بکنه یا به تأخیر بندازه بحث جدایش جریان رو، ولی در کشتی های دو پروانه به دلیل موقعیت پروانه ها و اثر مکشی که دارن خودشون میتونه کمک بکنه به ایجاد جدایش و اثر نامطلوبی از این نظر داشته باشه. اما اگر که ما بخوام شعاع یه مقداری بحث کنیم روی زاویه خروجی یا زاویه خروجی رو، ران انگل رو قبلا خدمت شما توضیح دادیم، در محل خط آبخور تعریف میشه. اما هم در محل خط آبخور هم در سطوحی رو که منتهی میشه به محل پروانه، زاویه خروجی برای ما IR خیلی حائز اهمیت هست، به گونه ای که ما جدایش جریان رو نداشته باشیم یا به حداقل مقدار ممکن باشه، به گونه ای که هرچی جدایش جریان در محل پشت پروانه بیشتر باشه، راندمان پروانه خب کاهش پیدا میکنه. این یک پارامتر نامطلوب است روی کارکرد پروانه. از این نظر محدوده زاویه‌ای رو که میان در نظر میگیرن، میگن ما حد اکثر اگر ما مقدار زاویه IR رو که در اینجا به این صورت نشون داده شده، اگر این از به 20 درجه 20 درجه باشه، قطعا ما جدایش جریان رو خواهیم داشت. ولی یک ضریب اطمینانی اگه بخوام روی در نظر بگیریم، معمولا بیان میشه که در زاویه خروجی حول و حوش 15 درجه از این زاویه به بعد معمولا جدایش جریان شروع میشه، که البته این رو باید بدونیم که تأمین چنین زوایایی نیاز به بسیاری طراحی خاص و تغییر شکل‌های خاصی در قسمت پاشنه داره. چرا؟ چون ما در قسمت پاشنه معمولا عرض زیادی رو نیاز داریم برای نصب بسیار اجزای سیستم رانش، و به همین دلیل کم کردن عرض به گونه‌ای که ما بتونیم در اون ناحیه‌ای که منتهی میشه به قسمت پروانه بدنه رو به گونه‌ای کاهش بدیم عرضش رو، که این زاویه یه حول و حوش 15-20 درجه تأمین شه، یک مقدار این کار نسبتاً مشکلی هست. خب نکنید در اینجا ما یک مقداری شاید بیشترین مشکل رو در کشتی‌های خیلی عریض داشته باشیم مثل نفتکش‌ها. در نفتکش‌ها خب به دلیل اینکه عرض زیاد هست در قسمت پاشنه، بخوان یه همچین زوایایی رو که اینجا گفتیم رو تأمین بکنن، یک مقداری مشکل هست. راهی حلی که میخوان در نظر میگیرن به این صورت هستش که اون ناحیه‌ای رو که میخواد منتهی بشه به قسمت پروانه، این رو کلن تغییر شکلش خیلی متفاوت هست از قسمت‌های دیگه بدنه، و این هم همش به خاطر این هستش که کارکرد پروانه خیلی حائز اهمیت هست، که من قبلا گفتم که معیار اصلی که ما در قسمت سینه در نظر میگرفتیم به حداقل رسوندن مقاومت بود، اما در پاشنه گفتم که معیار اصلی کارایی و کارکرد پروانه است، به گونه‌ای که باید توزیع ویک به گونه ای مناسب باشه و یک نواخت باشه که به اصطلاح پروانه در این میدان یک ویک یک نواختری بتونه کار بکنه و راندمان بالاتری رو از خودش نشون بده. به همین دلیل شما در این کشتی های نفتکش میبینید که قسمت زیر آب رو، انحناش رو خیلی جداگونه میان در نظر میگیرن. الان شما اینجا دقت بکنید، عرض حد اکثر شناور به این صورت بوده، قسمت پایین بدنه از یه طولی به بعد به سرعت عرضش کم شده، یک حالت به اصطلاح قوابی شکلی رو ما در قسمت پاشنه
ایجاد کردیم که این رو اصطلاحا بهش میگن حبابی پاشنه یا اصطلاحا شفت بوسینگ. چرا؟ چون این ناحیه هستش که شفت از این ناحیه میخواد از بدن خارج بشه و منتهی بشه به پروانه. این ناحیه برجستگی برآمدی اینجا هست و اصطلاحا حبابی پاشنه هم بهش گفته میشه. اما اگر ما بخوایم شکل‌های مختلفی از مقاطع ارضی بدن رو صحبت بکنیم، ما تا قبل از این روی پاشنه بالای خط آب، پاشنه زیر خط آب، و حالا میخوایم روی مقطع ارضی بدن هم بیایم یک صحبتی بکنیم ببینیم که کدوم شرایط برای ما بهتر هست. ما دو تا حالت کلی رو برای شکل پاشنه میام در نظر میگیریم، حالت یوشک و حالت ویشک. اما یک حالت دیگه ای رو هم که باز توضیح دادم که اصطلاحا حبابی پاشنه گفتن بهش گفته میشه، این رو هم باز میتونیم اضافه بکنیم به اصطلاح به حالت تقریبا یوشک. و سه حالت کلی رو میتونیم در ذهن داشته باشیم. ولی در واقع پاشنه های دارای حبابی شکل نوع تغییر شکل یافته ای از مقاطع یوشک هستند که این قسمت پاشنه رو اصطلاحا به شافت بوسینگ یا برآمدگی شافت هم گفته میشه، به دلیل اینکه در این قسمت گفتم که شافت خارج میشه و در واقع یک شکل هیدرودینامیکی رو به محل خروج شافت ما داریم میدیم و به همین دلیل به شافت بوسینگ گفته میشه. اگر که ما مقاطع پاشنه رو بیایم در نظر بگیریم، یک حالت خب بیشک هست، اینی که الان شما در این حالت دارید میبینید، یک حالت به اصطلاح یوشک هست تقریبا که اگر ما قسمت زیر سطح آب ببینیم این تقریبا یوشک هست، و این حالت سومی که میبینید یوشکی که اصطلاح اون حالت حبابی پاشنه روش اجرا شده میشه این خدچینی که شما الان در این قسمت دارید میبینید. کاری که این حبابی پاشنه میاد انجام میده، مسیر سیال رو همگرا میکنه به سمت پروانه به گونه ای که پروانه بتونه راندمان و کارایی بهتر و بیشتری از خودش نشون بده. این در واقع همون مفهوم یک نواخت کردن میدان ویک هستش که قبلا روش صحبت کردیم. اما از دیدگاه به اصطلاح مقاومت اگر که بخوام ببینیم، پاشنه ویشک در بین این پاشنه ها داره کمترین مقاومت مستقل از عدد فرود، یعنی هر چقدر که عدد فرود باشه فرقی نمیکنه، کلا پاشنه ویشک در مقایسه با پاشنه یوشک و پاشنه یوشک داره حبابی داره کمترین مقاومته. ولی اشکالی که به اصطلاح پاشنه های ویشک دارن این هستش که همینطور که گفتم میدان وی که خیلی غیر یک نواختی رو ایجاد میکنن که من حالا در اسلاید های بعدی یک یادآوری از بحث قبلم روش میکنم. اما پس بنابراین با توجه به این شرایط ما میگیم مقطع یوشک داره مقاومت بیشتری از مقطع ویشکه. اما مزیتی که داره این هستش که گفتم به ما راندمان پروانه بالاتری رو میده. اگر از دیدگاه مقاومت فقط بخوام نگاه کنیم، کمترینش مقطع ویشک هست، بعدش مقطع یوشک، بعدش مقطع یوشکی که دارای حبابی پاشنه هست. اینها از دیدگاه مقاومت بود، ولی ما گفتم که معیار ما چیز دیگه ای هست در قسمت پاشنه، بسیار برای ما اهمیت داره، بحث راندمان هست. وجود حبابی پاشنه باعث هم مرکز شدن خطوط ویک میشه، در نتیجه یک نواختی بار وارد بر کشتی رو بر عهده داره و علاوه بر راندمان باعث کاهش ارتعاشات پروانه هم میشه. یعنی شما یک جسم دواری رو که با سرعت نسبتا بالایی داره دوران میکنه، اینو در نظر بگیرید که باری که داره برش وارد میشه یک بار متقارن نباشه. خب چه اتفاقی میفته؟ این جسم دوار دائم لنگ میزنه و لنگ زدن همون بحث ارتعاش رو به شناور تحمیل میکنه که هم بحث خستگی رو روی خود شافت ایجاد میکنه، روی خود پروانه، روی سازه بدنه و ایجاد سر صدا و اینها هم که در جای خودش وجود داره. پس بنابراین عامل بسیار نامطلوبی هست این حبابی پاشنه. پس علاوه بر افزایش راندمان پروانه، روی بحث ارتعاشات هم به صدا تاثیر مثبتی داره. اما این رو اگه خاطرتون باشه، ما قبلا که روی میدان ویک صحبت میکردیم، اینجا حالا اثراتش رو میخوام روی پاشنه هم یادآوری بکنم که اینجا ما مقاطع مختلفی از پاشنه رو نشون دادیم، گفتیم این خطوطی از بدنه هستش. در اینجا شکل تقریبا همینطوری که میبینید یه قسمتهای شبیه به حالت وی شکل هستش. توزیع میدان ویک رو میبینید که نامطلوب هست. هر چقدر این بدنه قسمت پاشنه اصلاح میشه، میبینید که در اینجا حالت حبابی شکل تری به خودش میگیره، توزیع میدان ویک یک نواختر میشه.
یعنی حالت ایدئال برای ما که اصلا خب شاید امکانش هم نباشه، یه چیزی خطوط دایره‌ای هستن که به صورت هم مرکز رشد میکنن، اما خب عملا چنین چیزی رو ما در شناور امکانش برامون نیستش، ولی میتونیم به این حالتی که الان شما اینجا میبینید نزدیک بشیم. الان شما در این حالت نگاه کنید، در این قسمت ما مقدار توزیع ویکمون چقدر تقریبا به حالت دایره ای نزدیک هست. مقایسه کنید با این حالت که میبینید توزیع ویک چقدر غیر یک نواخت هستش و چقدر اثرات نامطلوبی میتونه داشته باشه. خب حالا این ملاحظاتی بود که ما در ارتباط با پاشنه دارای حبابی گفتیم، اما در مواردی که ما بخوایم از مقاطع وی شکل استفاده بکنیم که میدونیم غیر یک نواخت ترین توزیع ویک رو داره، ما کاری که میکنیم این هستش که در این نوع از پاشنه ها میتونیم زاویه ورودی رو حداقل به مقدار کمی در نظر بگیریم، به گونه ای که اون تبعات هیدرودینامیک که چند دقیقه قبل توضیح دادم رو بتونیم تضمین بکنیم و حداقل از این مزیتش استفاده بکنیم. به همین دلیل هستش که گفتم در واسطه آبخورهایی که منتهی میشه به محل پروانه، نیم زاویه ورودی رو مقدارش رو میتونن از حول و حوش اون زاویه 15 الی 20 درجه ای که گفتیم بیان و در نظر بگیرن. اما در کشتی های دو پروانه یک مقداری بحث با کشتی تک پروانه متفاوت هست. در کشتی های دو پروانه خب امکان تأمین اون متقارن بودن و اینها که در اینها خیلی کم هست و امکانش تقریبا نیستش، پس بنابراین اون اثراتی که ما در تک پروانه ها گفتیم در اینجا نمیتونه وجود داشته باشه. پس برای اینکه این حالت رو بیان تأمین بکنن، برای دو پروانه ها یک مزیت نسبی رو ایجاد بکنن، میان از مقاطع وی شکل استفاده میکنن، به گونه ای که حداقل بخشی از به اصطلاح پره پروانه در معرض جریان آزاد بدون اینکه حالا یا کمترین اثر رو از بدن تاثیرات بدن داشته باشه میاد و در این قسمت کار میکنه. الان در این پره ها دقت بکنید، حداقل بخش زیادی یا تقریبا میشه گفتش که شاید نزدیک 50% از سطح پره های پروانه در میدان ویکی کار میکنه که خیلی متأثر از بدنه نیستش و اینجا اثرات بیک ناچیز هست و این یک مقداری خودش اثرات مطلوب رو ایجاد میکنه، که اگه خاطرتون باشه در بحث بیک گفتیم که در شرایطی که شما مقدار بیک میانگین رو میگیرید، مقادیر بیک اینها مقادیر کمتری به دست میاد که از این نظر مطلوب هست، ولی عیبش باز این هستش که خب اینجا یک مقداری باز شاید حالت اون نامتقارن بودن رو داشته باشه که ما اون وضعیتی که اینجا در دارای شرایطی که داره حبابی پاشنه بودیم خب طبیعی است که نداریم. ولی در دو پروانه ها با توجه به اینکه خب از بدنه فاصله میگیرن، این خودش میتونه حالا یک کمکی بکنه به اینکه تا حدودی این شرایط توزیع ویک در اینها مطلوب و مناسب باشه. این تفاوت بود از به اصطلاح ملاحظات نصب در پروانه های در کشتی های تک پروانه و دو پروانه. اینجا ما یک نمونه مثالی از توزیع ویک در اطراف یک پروانه هستش که در یک کشتی دو پروانه نصب شده. در اینجا دقت بکنید مقادیر ویک رو موقعی که مقایسه میکنید بکنید مقادیر ویک مقادیر کوچکتریه. چرا؟ چون شما تقریبا اگر این 50% پایینی و بیرونی پروانه رو در نظر بگیرید، میبینید که اینجا مقادیر ویک بسیار ناچیز هست. اعدادی که شما اینجا میبینید مقایسه کنید با اون اعدادی که در این سمت فوقانی در این سمت راست سلانال پروانه دارید میبینید، مقادیر ویک رو میبینید که خیلی اعدادش زیاد به دست اومده. چرا؟ خب چون این قسمت از پرهای پروانه در مجاورت بدنه هستش، مقادیر ویک عدد بالاتری به دست میاد. این قسمت همینطور که در این شکل هم توضیح دادم یک مقداری فاصله دارن با بدنه و طبیعیه که کمتر در معرض تغییرات سرعت سیال ناشی از حضور بدنه باشن. میانگین اینها رو که میگیریم، این مقادیر میانگینش کمتر هست از کشتی های تک پروانه، که این عاملی هستش که اینجا گفتیم و علتش هم اینجا داریم توضیح میدیم. اما همینطور که با تکرار کردم و قبلا گفتم، این یک مقداری بحثش و مشکلش توزیع ویک هست که اگر ما گفتم که اگر پروانه در یک میدان سیالی کار بکنه که توزیع باری که داره برش وارد میشه یا در واقع هم سرعت سیالی که ورودی پروانه هست این طور غیر یک نواخت باشه، ما دیگه باید انتظار داشته باشیم که ارتعاشات نسبتاً زیادی رو در چنین پروانه هایی داشته باشیم و باید فکر لازم و تدبیر لازم رو برای کنترل ارتعاشات در این نوع از پروانه ها داشته باشیم. اما در بعضی از طرح‌های جدیدی که شما می‌بینید در بعضی از کشتی‌های تجاری، خب براشون مطلوب نیستش که بیان از پاشنه بی‌شکل استفاده کنن، می‌خوان از به اصطلاح پاشنه‌های استفاده کنن که در کشتی‌های تجاری معمول و مرسوم هستش.
مثل این پاشنه‌های تختی که الان شما دارید در اینجا می‌بینید. اگر در این شرایط بخوان به اصطلاح سیستم دو پروانه‌ای استفاده بکنن و اون پنالتی های لازم رو ندن، چون موقعی که شما از پاشنه تخت استفاده بکنید با مقاطعی که یوشک هست تقریبا، خب ما اثرات ویکمون در حالت دو پروانه خیلی بدتر میشه، یعنی ما اونجا هم مقادیر متوسط ویکمون بالاتر میره هم توزیع ویکمون غیر یک نواختره. خب دو تا پنالتی رو داریم همزمان داریم میدیم. برای اینکه این اتفاق در این شرایط نیفته، این حبابی به اصطلاح پاشنه رو همینطور که میبینید بر روی کشتی های دو پروانه جدید هم میان و اعمال میکنن و این میتونه مزایای هیدرودینامیکی خاصی رو داشته باشه. یعنی ما هم از اون پاشنه های رایج در کشتی های تجاری استفاده کردیم و هم بحث راندمان پروانه رو تا حد مطلوب اومدیم و تأمین کردیم. باز شما در این شکل هم میبینید که مثلا در این کشتی کانتینرور از سیستم دو پروانه استفاده کرده، مقطع بدنه مقطع به اصطلاح یو شکل هست در قسمت پاشنه. باز برای اینکه بتونه از این مقطع یو شکل استفاده بکنه، در اینجا میبینید که از سیستم دو پروانه ای اومده استفاده کرده با حبابی پاشنه. حبابی پاشنه رو شما در اینجا میبینید که از سیستم دو پروانه هم استفاده شده. این رو میبینید که در کشتی های قدیمی و قبلی اینطوری نبودش، زمائم مختلفی در اطراف پروانه بودش. اینجا رو دقت بکنید، در کشتی دو پروانه برای اینکه به هر حال شافت باید تکیه گاهی داشته باشه، یک سری زمائمی و تکیه گاهایی در پشت پروانه وجود داره. اینها خیلی اثر منفی داره در توزیع ویک که با این تدابیری که اینجا اندیشیده میشه اصلا اون تکیه گاه ها کلن هست میشن و این حالت حبابی میاد جایگزین اونها میشه و شما میتونید مقایسه بکنید اون حالت فیر بودن رو در این نوع از پاشنه ها با این پاشنه هایی که اینجا هست. البته این تصویری که الان اینجا شما میبینید مربوط هست به یک زیر دریایی. اما بحث بعدی ما این هستش که خب محلی که پروانه نصب میشه یک سری فواصلی از بدنه باید داشته باشه، هم از بدنه و هم سکانی که دقیقا در پشت پروانه میاد قرار میگیره و اگر ما از نماز عقب رو ببینیم در جلوی پروانه به این صورت جانمایی شده. خب در این شرایط ما باید یک سری فواصلی رو رعایت بکنیم. اثرات این فواصل رو میتونیم یک در بازدهی پروانه بدونیم، در بحث های ارتعاشی هستش که خدمت شما گفتم، بحث قدس پروانه و سرعت بهینه هست. نکنید ما حالا در بحث طراحی پروانه ان شاءالله خدمت شما خواهیم گفت برای پروانه حالت مطلوب این هستش که ما بزرگترین مقدار ممکن از قدس پروانه رو داشته باشیم. یعنی تو ذهنتون باشه، یعنی از دیدگاه طراحی خود پروانه هر چه قدر بزرگتر بهتر و هر چه دور کمتر بهتر، یعنی این حکم کلی هستش که ما برای پروانه ها داریم. در این شرایط خب ما موقعی که میخوایم یک قطر مناسبی رو برای پروانه ایجاد بکنیم، باید این قطر در این قسمت پاشنه جا بشه، یعنی باید فواصل پاشنه رو و شکل پاشنه رو یک گونه ای شما طراحی بکنید که امکان نصب و جانمایی اون پروانه در اون قسمت پاشنه امکان پذیر باشه و قرار بگیره. بحث بعدی تأثیر و گشتاور مورد نیاز برای چرخش پروانه هستش که حالا این رو توضیحات بیشتریش رو در قسمت طراحی پروانه آشنا خواهید شد که این چه اثرات متقابلی میتونه روی گشتاور و تراست پروانه داشته باشه. اگر بخوایم ابتدا روی فواصل طولی صحبت بکنیم، اگر ما محل عمود پاشنه رو در نظر بگیریم و اینجا هم محل خروج شافت، در این فاصله که ما اینجا داریم عدد 300 الا 400 ال رو میتونیم در نظر بگیریم برای این فاصله. یعنی این خودش خیلی میتونه کمک بکنه به اینی که ما یک دیدی داشته باشیم از ابعادی که ما در قسمت پاشنه باید تأمین بکنیم. بحث بعدی که داریم اون فواصل باید به چه مقدار و به چه صورت باشه. ما اینجا فواصل رو با توجه به معیارهایی که در استاندارد بی ان بی گفته به این صورت میتونیم بگیم. یکی ناکنید فواصلی هستش که این نوک پروانه و قسمت‌های بالایی با بدنه داره، با توجه به حضور بدنه این فاصله خیلی اهمیت داره. فاصله بعدی با قسمت‌های پایین هست که اینجا با فاصله اینشون داده شده. فاصله پروانه با پشت به سر پروانه و با بدنه که در پشت پروانه قرار گرفته فواصل رو به صورت بین نشون داده میشه و فاصله به سر پروانه با سکان رو به صورت ای نشون داده. این هم به اصطلاح بحث زاویه آی آر هستش، زاویه خروجی هست که اینو قبلا در موردش صحبت کردیم. اما نکته دیگه هم که هست، این فواصلی که ما از اطراف قسمت مختلف میگیریم، این فاصله 0.7 آر هست که فاصله مبنایی هستش که معمولا در پروانه ها این 0.7 آر رو میان در نظر میگیرن. اگر فواصل رو با توجه به اینکه خب این پروانه
الان خب دارای یک زاویه ریکی هم هستش، فواصل در ریک به اصطلاح ارتفاعهای مختلف و بدنه متفاوته با توجه به زاویه ریک وجود داره در اینجا. خب اینجا یک مبنای به هر حال با تعریف بکنن، مبنا رو مقدار 1/7 آر میگیرن که حالا با این 1/7 آر در بحث پروانه شلو بیشتر روش صحبت خواهیم کرد و بیشتر آشنا خواهید شد. اما در اینجا مقادیر رو به این صورت میاد در نظر میگیره، بیشتر اینها تابع هست از دی قطب پروانه. مثلا ای رو گفته بزرگتر از 1/10 دی باشه، اینجا فاصله ای که بین پروانه نوک پروانه پروانه در شعاع 1/7 آر با سکان در نظر گرفته میشه بزرگتر از 1/10 آر باید باشه. یا همینطور حالا مقادیر دیگه رو شما در اینجا دارید میبینید. در این پارامتری که اما در اینجا وجود داره فاصله B، یعنی فاصله ای که پروانه با مثل پشت پروانه و بدن وجود داره، این رو یک پارامتر D درش داخل هست، یک پارامتر Z که Z تعداد پره های پروانه هست. در C هم شما این مقدار Z رو میبینید، یعنی اینجا اومده در بررسی فواصل اطراف پروانه دو تا عامل قطر پروانه و تعداد پره های پروانه رو در نظر گرفته. در شناورهای تجاری معمولی باز گفته که دارای نگه دارنده پایینی سکان نیستن، یعنی این قسمت که الان شما در اینجا دارید میبینید، فاصله نوک پره از خط مبنا 10 الی 20 سانتی متر هست. این عدد رو شما میتونید مقایسه بکنید با همین مقدار ای که الان در اینجا آمده بیان شده. مقدار ای رو گفته بزرگتر از 35 هزارم دی که مثلا نرم مثلا قطر پروانه کشتی تجاری اقیانوس پیما رو در نظر بگیرید، هولوش مثلا 3 متر 4 متر اینا در نظر بگیرید، این عدد همین هولوش بین فاصله 10 الی 20 سانتی متری به دست میاد که در اینجا گفته شده. اما اگر ما بخوایم یک تقریب و تخمین واقع بینانه تری داشته باشیم، این عوامل رو هم باید به نوعی در این روابط دخیل میشده که نشده. فواصل اطراف پروانه نمیتواند مستقیما تابعی از قطر باشد. فواصل وابسته به توان توزیع ویک و جریان ورودی پروانه هست. خب ما اگر بخوام فواصلی از اینها رو به صورت تابعی از مثلا از توان و خود ویک هم در نظر بگیریم و خود پارامترهای پروانه رو هم داخل بکنیم که فرمول ما کامل‌تر باشه، نمیتونیم، یعنی در واقع روشی نداریم که بیایم تمام اینها رو به اصطلاح با هم دیگه در نظر بگیریم و بیایم یه فرمولی بدیم بگیم که حالا کدوم شرایط بهتر هست. اما یک تقریبی که به اصطلاح بیان شده برای به اصطلاح این فواصل بر حسب توان پروانه به این صورت است که C تقریبا برابر با 0.1 میلیمتر بر کیلووات بیان شده و B تقریبا برابر با 0.23 میلیمتر بر کیلووات. یعنی این C و B رو شما الان در این شکل دارید میبینید، این فواصل رو بر حسب توانی که الان اینجا پروانه داره تولید میکنه به این صورت میاد و در نظر میگیره. اما برای کشتی های دو پروانه هم در استانداردهای DNV, BV و GL پیشنهادهای به این صورت ارائه شده که در این رابطه مقدار C بر حسب پارامتر Z تعداد پره های پروانه و D بیان شده و در اینجا هم آب بزرگتر از 2 تا نسبت سطح گسترش یافته AI به A0 هستش که در بحث طراحی پروانه با این نسبت سطح گسترش یافته آشنا میشید که حالا اینو به موقعش خواهم گفت، ضرب در D بخش بر Z. این هم رابطه ای هستش که ما میتونیم به اصطلاح برای کشتی های دو پروانه استفاده بکنیم. خب ما در شکل قبلی موقعیت خط آبخور رو ندیدیم. اگر که بخوام یک قضاوت کلی بکنیم در ارتباط با اینکه به هر حال فواصل پروانه با خط آب به چه صورت باید باشه و ما چه ابعادی از قطر پروانه رو حالا چون بعد از این متوجه خواهید شد که ما به هر حال در بحث طراحی پروانه یکی از مواردی که برای ما خیلی اهمیت داره برای یک کشتی میخوام بدونیم که حد اکثر قطری که میتونیم تأمین کنیم چقدره. که گفتم حالت کلی در پروانه ها به این صورت هستش که هرچی قطر بیشتر بهتر، هرچی دور RPM پروانه کمتر بهتر، یعنی حکم کلی قطر کمتر، قطر بیشتر و RPM کمتر باید باشه. خب ما اگر بخوایم حد اکثر قطر قابل تأمین در شناور رو در نظر بگیریم وابسته است به طراحی شکل پاشنه و موقعیت خط آبخور. خب در اینجا خب ما نمیتونیم پروانه رو به گونه‌ای در نظر بگیریم که مثلا لب به لب سطح آب در نظر گرفته بشه یا قسمتش بیرون باشه، اصلا همچین چیزی امکان نداره به دلیل حالا بارهای غیر یک نواختی که تحمیل میکنه به پروانه. و هرچه در حالت کلی عمق پروانه بیشتر باشه کارایش بیشتر هست که این هم باید در بحث طراحی پروانه باشه آشنا
خواهید شد. اما یک ملاحظه کلی بخوام در نظر بگیریم، اگر ما اینجا یک شناوری داشته باشیم در این قسمت، این قطر پروانه برابر با دی باشه، فاصله مثلا قسمت پایینی پرده پروانه تا بیسلاین یک عدد کمی هست، حالا خیلی اهمیت اونچنانی نداره که دید عددی هلوش 10 الی 20 سان هست، حالا ما اینو فرض بگیریم که برابر با 5 صدم دی باشه، و فاصله قسمت بالای پروانه تا سطح آب که این خیلی حائز اهمیت هست، چون هرچی این فاصله به سطح آب نزدیکتر باشه احتمال کاویتاسیون در پروانه بیشتر است، پارامتر خیلی نامطلوبی هست و به همین دلیل سعی میشه که این حد تا جای ممکن به اصطلاح به گونه‌ای در نظر گرفته شه ما بحث کاویتاسیون رو نداشته باشیم و راندمان پروانه افت شدیدی پیدا نکنه. اثرات سطح آزاد کلا اثرات مخلی داره روی کارکرد پروانه، ضمن اینکه حالا خود امواج سطح آب هم وجود داره، امواجی که توسط بدن هم ایجاد میشه وجود داره و اینها همه اثرات نامطلوبی روی پرده پروانه میذارن. اما در حالت کلی یک توصیه‌ای که ارائه میشه برابر با نیم دی هست، یعنی در طراحی‌ها در نظر گرفته میشه که اگر با توجه به گفتم اثرات مکش خود پرده پروانه رو هم ما رو سطح آزاد نباید داشته باشیم، توصیه‌ای که میشه مقدار نیم دی هستش، یعنی یک فاصله به اندازه شعاع باید بین قسمت فوقانی پرده پروانه و سطح آب وجود داشته باشه. اما اگر ما بخوایم مقادیر رو به صورت حدی بگیریم، این مقدار حالا بیان شده که اگر برابر با مقدار 2/10 دی هم در نظر گرفته بشه، در شرایطی که حالا ما بخوایم کراست‌های زیادی رو تعمیم بکنیم که بالا با یه قطرایی که مد نظرمون هست امکان پذیر نباشه، این فاصله 2/10 دی هم میتونه قابل قبول باشه. حالا در اونجا در طراحی در نظر میگیرن که به شرطی که حالا ما در حالت افقی رو به این صورت در نظر میگیریم، ولی کشتی این امکان رو داشته باشه در اون موقعیت و در اون مسیری که میتونه حرکت بکنه، یک مقداری تیرین به پاشتن بتونه بگیره، به گونه‌ای که آبخور پروانه رو در این محلی که اینجا هست افزایش بده و فاصله از سطح آب بیشتر بشه. اما حالا اگر ما مبنا رو همین نیم دی در نظر بگیریم، نیم دی به علاوه دی به علاوه 5 صدم دی باید برابر بشه با مقدار آبخوری که ما در قسمت پاشنه یا بس آبخور متوسطی که روی شناور داریم. پس بنابراین اگر اینو بیم این صورت در نظر بگیریم، حالا بخوام بفهمیم که دی چند درصد از به اصطلاح آبخور شناور میتونه باشه، اینجا میتونیم بگیم که دی حدوداً 65 درصد آبخور میتونه باشه، یعنی این عدد هول و هوش 65 صدم رو میتونید به عنوان یک تغییر مهندسی نزدیک به واقعیت در ذهنتون داشته باشید. حالا شما در منابع مختلف برای فواصل اطراف پروانه شاید اعداد متفاوت رو ببینید، مثلا یک نمونه دیگه در استاندارد جی ال هستش که شما موقعی که رابطه رو در نظر میگیرید، حالا پارامترها رو هم در اینجا توضیح داده شده، مقادیر رو که جایگذاری میکنید عددش خیلی با عددهایی که قبل از این گفتیم خیلی متفاوت نیستش، ضمن اینکه حالا اینجا اومده پارامترهای متعدد دیگه رو هم اومده وارد کرده. حالا شعاع پروانه، سرعت کشتی، مقدار دور پروانه، حداکثر توناژ کشتی رو این دی که اینجا شما در این روابط می‌بینید به اصطلاح این دی توناژ هستش و این دی اف ای قطر پروانه هست و این گاما هم زاویه اسکیو یا زاویه شلاقی پروانه هست. حالا این اومده یک مقداری پارامترها رو که در این حالت اومده در نظر گرفته، یه خورده این پارامترها رو متنوعش کرده، حتی این پارامتر XF و ZB رو که در شکل نشون داده شده رو اومده وارد کرده. ولی مقادیر رو که می‌بینید خیلی تفاوتی گفتم که با حالت قبلی نداره. اینجا هم تعریف زاویه گاما رو به چه صورت انجام میده اینجا اومده گفته که حالا باز به طور مفصل در بحث پروانه با این آشنا خواهید شد. اما در تکمیل فاز 34 از پروژه، شما یک انتخاب شکل مناسب از سینه و پاشنه میکنید با توجه به حالا محدوده عدد فرود و ملاحظاتی که الان یک شکل کلی و شناخت کلی از شناورتون دارید، ولی خب گفتم اینا پارامترهای مختلفی از جانامهای داخلی و فلان اینا بستگی داره، فعلا با این کاری نداریم. با توجه به مشخصاتی که از شکل بدنه میدونید، یک توصیه هایی رو بیایید و در نظر بگیرید و ارائه کنید که شکل مناسب با توجه به نوع شناور و عدد فرود شناورتون، شکل مناسب سینه و پاشنه به چه صورت میتونه باشه. بعد از این مرحله بیایید محاسبه فواصل اطراف پروانه رو محاسبه بکنید، انجام بدید و پیشنهاد حد اکثر قطر ممکن پروانه رو ارائه کنید. این خیلی فاز مهمی هست. بخون خیلی از چیزایی که الان ما گفتیم، یکی از پارامترهای مهمش که خواستیم خروجی کار باشه این هستش که ما اون قطری که حد اکثر قطری که میتونیم تعمین بکنیم چقدر هست.
این برای بحث بعدی ما که بحث به اصطلاح طراحی پروانه خواهد بود خیلی حائز اهمیت است. دقت بکنید برای اینکه این پازل رو بتونیم تو ذهنمون بچینیم که از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. خب نکنید ما یه سری بحثایی رو گفتیم که بحثای هیدرودینامیکی بود و مربوط مقاومت بود که اومدیم خروجی کاری مقاومت اینا رو حساب کردیم، آخرش رسیدیم به توان کل مورد نیاز که اون توانی که میخوان چقدر هست. خب این توان تأمین مشخص شدش برای خود تأمین مقدار مقاومت. باز برگشتیم به عقب گفتیم یکی از پارامترهایی که در خود مقاومت موثر است همین طراحی شکل بدنه است که حالا با توجه به اینکه تغییراتی که شما رو شکل بدنه ممکنه در نظر بگیرید باید مقدار مقاومت رو حساب کنید ببینید به چه صورت میشه که قبلا توضیحاتش رو دادم. اما در اینجا یکی از چیزهای دیگه که باز برمیگرده به مبحث پروانه همین قوته، چون شما بحث به اصطلاح طراحی پروانه رو که شروع میکنید گفتم چند تا عامل به اصطلاح مهم هست. این است که مثلا یکی از چیزایی هست که مقدار این پروانه چه مقدار تراستی رو باید ایجاد کنه، این یک. خب این مقدار مقاومت رو با توجه به ضریب کاهش تراست که در نظر میگرفتید مقدار تراست به دست میاد. بحث بعدی این بودش که این به اصطلاح پروانه باید با چه سرعتی و با چه RPMی دوران بکنه، سرعت دورانش چقدر باشه، که اونجا باز اومدیم به توضیحاتی دادیم از بحث انتخاب سیستم رانش و گفتیم که مقدار دوران و سرعت دورانی پروانه و به اصطلاح موتور باید یه جورایی وابسته به هم و متصل به هم به اصطلاح تدریده بشن و طراحی بشن. اما پارامتر دیگه‌ای که بیشتر از حالا این دور برای ما مهم هست، اهمیت حیاتی داره، این هستش که اولین سوالی که برای ما پیش میاد این هستش که ما در حالت کلی در طراحی پروانه میخوام حد اکثر قطر ممکن رو استفاده کنیم. این حد اکثر قطر ممکن از کد شما باید بیارید از دو تا پارامتری که من الان در این فاز گفتم، یکی با توجه به آبخور که توضیح شده دادم، یکم شکل پاشنه، یعنی شما هر چی فواصل پاشنتون به هر حال محدودتر باشه، آبخورتون محدودتر باشه، اون قطر پروانه‌تون کمتر خواهد بود. اینجا شما یک قطری پیشنهاد میدید که در مرحله بعد که من دارم طراحی پروانه رو میگم اونجا از این پارامتر هم میاید استفاده میکنید. پس شد 3 تا پارامتر برای ورودی پروانه، یکی مقدار تراست که از مقاومت به دست میومد، یکی مقدار RPM که با توجه به مشخص موتور به دست میومد، یعنی وابسته به هم بودن، لازم و مرجوم هم دیگه بودن، و یکی بحث حد اکثر قطری که میتونه پروانه داشته باشه که از بحث طراحی شکل بدنه و طراحی شکل پاشنه به دست میاد. امیدوارم که بحثی که تا اینجا گفتیم مفید واقع شده باشه. البته یکی از موضوعاتی رو که من میخواستم بهش بپردازم ولی فرصت نشد با توجه به محدودیت وقتی که من الان دارم، بحث طراحی حبابی سینه بود. در ارتباط با حبابی سینه یا بالبوسفو من با توجه حالا میگم یه مقداری مشکل از زمان و وقت خودم هستش که واقعا نتونستم وقت مناسب رو دیگه تامین بکنم، این قسمت رو دیگه خودتون زحمت میکشید و از همین کتاب جامع صفحه 414 کامل مطالبش اومده. خود فایل این کتابم به صورت رایگان رو خود سایت هستش، حالا برای کسایی که دسترسی ندارن. و ما اینجا ملاحظات طراحی حبابی سینه رو اومدیم گفتیم که اثراتش به چه صورت بر کاهش مقاومت موج‌سازی چگونه میشه که مواد موج‌سازی رو کاهش میده. قبلا هم توضیحاتی در این زمینه دادم. عوامل تعیین کننده در شکل حبابی سینه و مقاطعی که ما داریم به چه صورت هست، اینها رو همه اینجا اومده. من حالا این مقدار کوچیک‌ترش می‌کنم که شما ببینید این رو. و اینجا در ارتباط با مقاطعش و ملاحظاتش و اینها مطالبی رو اومدیم و ارائه کردیم که حالا قسمت مختلف رو شما الان دارید در اینجا می‌بینید که به چه صورت هستش. خب علاوه بر این ما یک کتاب دیگه ای هم داریم به عنوانش شیپ رزیستنت اند پروپالشن، همین کتاب مولان هستش. در این منبع کسانی که حالا علاقه مند باشن این مطالب خوبی از ملاحظات به اصطلاح شکل مقطع حبابی سینه هم اومده و گفته که حالا اینجا دیگه مطالبش رو شماره صفحه‌ش و اسم کتاب اینا رو همه رو شما دارید میبینید. خود این کتابم که من باز روی سایت گذاشتم در دسترس هستش، حالا کسانی که علاقه مند هستن میتونن اینها رو استفاده کنن که من حقیقتش میخواستم اینو انجام بدم چون واقعا به مشکل وقت خوردم. الان مدتی است که دیگه به طور تمام وقت دارم رو به اصطلاح تهیه نسایده کار میکنم و بیشتر از این واقعا نمیتونم وقت بذارم، ولی منابعش رو دارم خدمت شما معرفی میکنم که کسانی که حالا علاقمند باشن بتونن حالا به اصطلاح مراجعه بکنن و مطالب رو استفاده کنن. علاوه بر اون یه مطالبی دارم، ما در قسمتی که ما سری های استاندارد رو میگفتیم
اگر خاطرتون باشه اونجا من یه یادآوری کردم از این مطالب، و در اونجا اگر خاطرتون باشه اینجا قسمتهایی بودش که مربوط بود به کارآمد بودن یا نبودن حبابی سینه، که گفتیم که در با توجه به ضریب بلوکی که در شناور داره و با توجه به محدود سرعتی که داره، کجاها به اصطلاح نصب حبابی سینه میتونه مناسب باشه، کجاها نامناسبه، که این رو شما خاطرتون باشه ما در اسلایدهای قبلی که مربوط به درس سری های استانداردی کامل اینا رو توضیح دادیم. این دو سه تا مبحثی که گفتم رو کلا شما بچینید کنار هم دیگه، مبحث طراحی حبابی سینه هم جمع میشه و ما میتونیم تقریبا این مبحث طراحی شکل بدنه رو تموم شده اینجا در نظر بگیریم. یعنی طراحی شکل بدن هم در اینجا دیگه تموم میشه و ما میتونیم مبحث بعدی رو برسیم به مبحث طراحی پروانه. امیدوارم مطالبی که تا اینجا گفته شده مفید واقع شده باشه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.